به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. منابع در ولایت بلخ میگویند که مولوی ندام محمد از اعضای طالبان یک پسر و دختر جوان را به اتهام رابطه خارج از ازدواج تیرباران کرده است. یکی از منابع روز پنجشنبه به روزنامه 8 صبح میگوید که این رویداد روز پنجمی در منطقه سوخته ولسوالی کشندرین ولایت رخ داده است. به گفته منبع، مولوی ندام محمد از افراد وابسته به طالبان در این ولایت نخست پسر و سپس برادرزاده جوانش را به گلوله بسته است. مولوی ندام محمد، امام مسجد در حکومت پیشین، یکی از نفوذی‌های طالبان در شهر مزار شریف بود. وزیر صحت طالبان اعظم ایران شد. دکتر قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت سرپرست طالبان، و محمد اسحاق صاحبزاده، معاون والی و اداری این وزارت، در رأس یک هیئت با هدف شرکت در نشست G5 امروز به ایران سفر کرده است. همچنین در این سفر با شرکت کنندگان نشست درباره همکاری های مشترک بخش درمانی گفتگو خواهد کرد. طالبان در ولایت فرا 70 تن از دهقانان این ولایت را که به مدیریت ضعف کنترل نرخ محصولات زراعتی در بازار اعتراض کرده بودند را بازداشت، لطکو و زندانی کردند. طالبان در فرا 70 تن از دهقانان این ولایت را که به مدیریت ضعف کنترل نرخ محصولات زراعتی در بازار اعتراض کرده بودند را بازداشت، لطکو و زندانی کردند. منابع به روزنامه 8 صبح میگویند شماره از دهقانان در ولایت فرا چهارشنبه به ریاست زراعت این ولایت رفته و اعتراض کردند. این دهقانان از ریاست زراعت طالبان خواستند که محصولات مزارعشان سر رسیده و این ریاست باید آنان را در زمینه کنترل نرخ این محصولات در بازار همکاری کنند. تا بدین صورت نوسانات در قیمت ها در طول روز که گاهن از 100 افغانی به 20 افغانی هم کاهش می‌یابد مدیریت شود. نشست شورای وزیران شانگهای هند بر محو تروریسم تاکید کرد و پاکستان به تعامل معنادار با طالبان. نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری های شانگهای در آن برگزار شد و در آن افغانستان و محو تروریسم در مرزهای اعضای این سازمان از محورهای اصلی گفتگوها است. این نشست که برای دو روز ادامه خواهد داشت جمعه 15 سور در شهر گوای هند آغاز شده است. در این نشست وزیران خارجه هند و پاکستان بر تلاش برای بهبود وضعیت افغانستان تاکید کردند. جی شانکار وزیر امور خارجه هند در سخنرانی افتتاحیه گفته است که وضعیت در افغانستان همچنان در مرکز توجه سازمان شانگهای است. او تاکید کرده است که تروریسم در تمام اشکال آن باید محو شود و تلاش‌های اعضای این سازمان باید در جهت رفاه مردم افغانستان و صلح در این کشور باشد. در این حال بلاول بوتو زرداری که پس از 12 سال نخستین مقام پاکستانی است که به این سفر کرده است گفته است که وضعیت افغانستان چالش‌ها و فرصت‌ها را به همراه دارد و جامعه جهانی باید با طالبان تعامل معنادار داشته باشد. او میگوید که کشورش طرفدار افغانستان آرام اصل در کشور همسایه‌اش را که اکنون طالبان بر آن حکم می‌رانند کلید صلح و ثبات منطقه و جهان می‌داند. و در پایان، تاخت و تاز احمد سعیدی بالای طالبان. او روی برگه فیسبوکش نگاشته است: بعضی میپرسند که چرا با همه لابیگری ها دنیا طالبان را به رسمیت نمیشناسد. یقین دارم کسانی که در دو دوره گذشته طالب را شکست دادند و در دور دوم آنها را به قدرت رساندند اصلا طالب را به خاطر به رسمیت شناخته شدن روی کار نیاوردند، بلکه طالب را به عنوان مواد سوخت جهت تطبیق پروژه های کم مصرف و پردستاورد به دنیا استخبارات روی کار آورده است. با گذشت زمان اندک اندک مانند مجاهدین طالبان هم تاریخ انقضا دارند، اما افغانستان بیچاره تا تاریخ انقضای طالبان تباه می شود، چون که ساختار سیاسی که بتواند مدیریت یک ولایت را به خوبی به پیش ببرد در بین طالبان وجود ندارد. باید ما در باورهای خود تجدید نظر کنیم. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.